درود به دوستان و همراهان همیشگی کانال فارسی مدیا. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و تو بهترین روزهای زندگیتون باشید. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با پاکسازی روده ها صحبت کنیم. پاکسازی روده ها با سیر. یک عدد سیر رو در معقدتون قرار بدید و از سرطان دور بمونید. پیاز و سیر پایه ثابت و ضروریه. پخت و پزهای هندی هستند. پیاز و سیر به خانواده آلیوم تعلق دارند. سرطان روده بزرگ یا کلورکوتال نوعی از سرطانه که روده بزرگ رو مبتلا میکنه و دومین عامل مرگ ناشی از سرطان در زنان و سومین عامل مرگ ناشی از سرطان در مردانه. دانشمندان از این تحقیق دریافتند افراد بزرگسالی که مقدار زیادی سبزیجات آلیوم مصرف میکنن 79% کمتر در معرض ابتلا به سرطان روده بزرگ قرار دارن. به گفته دانشمندان هر چقدر مصرف سبزیجات آلیوم مثل سیر بیشتر باشه، محافظت در برابر سرطان هم بیشتره. یافته‌های اخیر تاییدی بر توصیه‌های قبلی مبنی بر پیشگیری از سرطان روده بزرگ به واسطه اصلاح سبک زندگی هستند که البته نیاز به پژوهش‌ها و اکتشافات بیشتری داره. شما میتونید برای کاهش ریسک سرطان روده بزرگ به طور مرتب سیر و پیاز مصرف کنید. پیاز و سیر، مخصوصا سیر، فواید دیگه‌ای هم داره. خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی سیر کمک می‌کنه با عفونت‌ها مبارزه کنید. مصرف سیر میتونه ریسک سایر سرطان ها مثل سرطان ریه و سینه و مری رو هم کاهش بده. مصرف سیر ریسک بیماری های قلبی و عروقی رو پایین میاره. مصرف سیر گوارش رو هم بهبود میبخشه. پس اگه میخواید روده هاتون پاکسازی شه و از شر سرطان روده در امان بمونید، با مصرف سیر این کار رو به راحتی انجام بدید. همراه کانال فارسی مدیا باشید تا شما رو با دیگر موادی که برای پاکسازی کامل روده ها مفید هستند آشنا کنیم. آب سیب. این یکی از بهترین درمان‌های طبیعی خانگی برای پاکسازی روده است. میتونه سموم رو تجزیه کنه و عملکرد روده رو منظم کنه. زنجبیل و سیب، مواد لازم. یک قاشق غذاخوری زنجبیل تازه پوست کنده شده، یک عدد سیب خرد شده و دانه‌های اون، یک فنجان آب هویج تازه، یک عدد اسفناج تازه، یک لیوان آب تصفیه شده. تمام مواد رو با هم ترکیب کنید و خوب هم بزنید و هر روز بنوشید. پاکسازی روده با سرکه سیب. دو قاشق غذاخوری سرکه سیب، دو قاشق غذاخوری عسل، یک لیوان آب تصفیه شده. عناصر ذکر شده رو با هم ترکیب کنید و سه بار در روز به مدت یک هفته بنوشید. توصیه میشه این مخلوط رو بلافاصله بعد از بیدار شدن و قبل از صبحانه استفاده کنید. ماست برای پاکسازی روده. روزانه یک فنجان ماست برای کمک به جلوگیری از رشد سلول‌ها در روده‌های بزرگ مصرف کنید. علاوه بر این با توجه به محتویات کلسیم ماست میتونید مشکلات گوارشی مثل مسمومیت یا سوء هاضمه رو از بین ببرید. پاکسازی روده با آب. روزانه 10-12 لیوان آب بسیار ضروری و مفیده و آب برای دفع سموم از بدن به صورت طبیعی ضروریه. پاکسازی روده به کمک آب لیمو. مقداری آب لیمو، مقداری عسل و کمی هم نمک دریا. مواد ذکر شده رو در یک لیوان آب گرم مخلوط کنید و هر روز صبح قبل از صبحانه بنوشید. این روش نه تنها روده هاتون رو پاکسازی میکنه، بلکه انرژی رو افزایش میده و سلامت پوستتون رو هم بهبود میبخشه. این روش فقط در صورتی باید مورد استفاده قرار بگیره که بدن شما عوارض جانبی نداشته باشه. با توجه به اسهال پی در پی که در اثر پاکسازی روده اتفاق میفته، ممکنه بدنتون دچار کم‌آبی بشه. بنابراین در طول این فرایند باید آب زیادی بنوشید و قبل از استفاده از مولین ها باید با پزشک خودتون مشورت کنید، به خصوص اگه بیماری های قلبی و کلیوی دارین. استفاده از آب سبزیجات خام برای پاکسازی روده. برای دوره پاکسازی روده باید به مدت 1-2 روز از غذاهای پخته شده اجتناب کنید. به جای مصرف غذاهای جامد شما باید مقدار زیادی عصاره سبزیجات رو چند بار در روز بنوشید. در حقیقت سبزیجات شامل کلروفیل هستند که میتونن به پاک کردن سموم کمک کنن.
علاوه بر این مواد معدنی، ویتامین ها و اسید ای آمینه به همراه آنزیم های موجود در عصاره سبزیجات میتونه کل بدن شما رو به خوبی، انرژی و سلامتی رو حفظ کنه. همچنین شما میتونید برخی از چای های گیاهی رو هم بنوشید. اما به خاطر داشته باشید که نباید از آب میوه درست شده استفاده کنید، چون اونها آنزیم های موثری که برای بدن شما موثر هستند تا تجزیه بشند و محصولات زائد رو حذف کنن رو ندارن. درست کردن آب چغندر، کدو، هویج، اسفناج و کلمپیچ در خونه با استفاده از مخلوط کن یا آب میوه گیری مفیده. مولین نمک دریا برای پاکسازی روده. دو قاشق چایخوری نمک دریایی تازه و 1 لیتر آب تصفیه شده گرم. آب لوله کشی استفاده نکنید، چون فلزات سنگین و سموم داره که هدف سمزدایی شما رو شکست میده. کمی آب لیمو هم به اون اضافه کنید. هر 5 دقیقه بنوشید. در این صورت حدود 30 دقیقه بعد به دستشویی خواهید رفت. این روش برای 1 هفته یا 1 ماه انجام بشه. غذاهای غنی از فیبر برای پاکسازی روده. غذاهایی که فیبر بالایی دارن میتونن با از بین بردن سموم مضر بهبود حرکات روده و مدفوع رو نرم کنن و به طور طبیعی روده شما رو تصفیه میکنن. غذاهای غنی از فیبر شامل میوه‌های تازه مثل گلابی، تمش، سیب و غیره هستند. سبزیجات تازه از قبیل نخود، کنگر فرنگی، بروکلی و غیره، غلات، حبوبات، دانه‌ها، حبوبات و لوبیا یا میتونید از مکمل‌های فیبر هم استفاده کنید. پاکسازی روده با بذر کتان. در 1 لیوان آب 1 قاشق غذاخوری بذر کتان رو بریزید و اونها رو به خوبی هم بزنید. این مخلوط رو 30 دقیقه قبل از صرف صبحانه و 30 دقیقه قبل از خواب بخورید. برای بهره‌مند شدن از مزایای بیشتر میتونید اونها رو به ماست، غلات، میوه‌ها، سالاد، سبزیجات و همچنین دیگر غذاهای سالم اضافه کنید. پاکسازی روده با مصرف سنا. 1 عدد چای کیسه‌ای سنا و یا گیاه سنا رو خرد کنید. آب رو کمی قبل از ریختن روی گیاه بجوشونید. 10 دقیقه صبر کنید و سپس صافش کنید. روزانه این کار رو انجام بدید. یا میتونید اون رو در آب سرد به مدت 10 تا 12 ساعت قرار بدید. به اندازه کافی فشارش بدید، چون رزین این گیاه ممکنه منجر به درد شکم بشه. فلفل قرمز. نصف قاشق چایخوری فلفل قرمز، 1 قاشق غذاخوری آب لیمو، نصف قاشق چایخوری شیره افرا رو با هم مخلوط کنید و اونها رو به 8 اونس آب گرم اضافه کنید. اونها رو قبل از صبحانه بخورید. به مدت 5 بار در ماه مصرف کنید. پاکسازی سمزدایی روده با آلوه ورا. 1 برگ آلوه ورای تازه رو برای گرفتن عصارش تهیه کنید. عصاره لیمو رو اضافه کنید و به خوبی مخلوط کنید و اونها رو در یخچال بذارید و مقداری عسل قبل از نوشیدن چند بار در روز اضافه کنید. دوستان و همراهان عزیز کانال فارسی مدیا، ممنونم که تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کردید. لطفاً ما رو به دوستانتون معرفی کنید و این ویدیو رو با اونها به اشتراک بذارید، تا اونها هم بتونن از اطلاعات مفید این ویدیو استفاده کافی رو ببرن. تا ویدیوی بعدی، بدرود.